از سوی یک نهاد خیریه برای 3000 کارمند خدماتی 7 اداره ملکی و نظامی در ولایت هرات 3 قلم مواد غذایی توزیع کردید. مسئولان بنیاد خیریه حبیبیار از ادامه این کمک ها خبر داده میگویند هزینه مجموعه 3000 بسته مواد غذایی 15 میلیون افغانی است. از سوی هم شمار از کارکنان خدماتی در هرات میگویند سیر سعودی بهای مواد غذایی توان آنها برای خرید این مواد را کاهش داده است. کارکنان خدماتی ادارات شهرداری، معارف، سطامه، دانشگاه دولتی، انستیتوت تخنیک، کماندونی و امنیت ملی هستند که معاش ماهوارانها برای تأمین مخارج زندگیشان کفایت نمی کنند. شماری از این کارکنان می گویند، علیرغم اینکه معاش ماهوار دریافت می کنند، اما به خاطر گرانی روزافزون مواد غذایی با مشکل عدم قدرت خرید این کالاها روبرو هستند و نمی توانند غذای کافی برای خانوادهشان تأمین کنند. ما شما 6 نفر نون خورم 5350 روپیه در برج من میگیرم 15 سال کارمند معرفم. حواظ همیز همیشه که عزی بود تو بیزی بود ما باید دیکونا غز میکنم از همیشه که همیز جلو غز میگه با پس به غز خوندیم همون رقمی که میگوشنی که بیده میگوشنی همون حالتی. در همین حال نهاد خیریه حبیبیار برای 3000 تن از کارکنان 7 اداره ملکی و نظامی و خدمتگزاران مسجد مهراد به ارزش 15 میلیون افغانی بسته مواد غذایی توزیع کرد. مسئولان نهاد همچنان از ادامه کمک ها برای 20000 فامیل در ولایت های مختلف کشور خبر می دهند. 1000 نفر از اینا کارکنان خدماتی ولایت شاروالی ولایت هرات هستند، 1000 نفر کارمندان خدماتی ریاست معارف است، حدود 500 نفر کارمندان خدماتی ریاست پوهنتون و انستیتوت تخنیک هست، مسجد جامع شریف و ریاست امنیت ملی کارکنان خدماتی و قمندانی شامل از این پروسه میشه، مجموعاً 3000 خانوار امروز. با این همه مقام های اداره محلی هرات از کمک تاجران و نهادهای خیریه برای افراد نیازمند در ماه مبارک رمضان استقبال کرده میگویند تلاش دارند تا کمک های نهادها و افراد خیرخواه به گونه عادلانه بین فقرا تقسیم گردد. امارت اسلامی افغانستان آرزو و رویایش ای بود همیشه که تاجر ما، ثروتمند ما نان برای فقرا، نان برای نیازمندان، نان برای مساکین را آنطوری که حق مساکین و مستضعفین است توزیع بکند. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد فقر و بیکاری در افغانستان افزایش بی‌سابقه یافته است و بیش از 28 میلیون نفر از جمع کشور نیاز به کمک فوری دارند.